سال 2010 یه توتی بود که توی خانواده انگلیسی زندگی میکرد و زبانی که صحبت میکرد لهجه انگلیسی داشت. این گم شد چند سالی. 4 سال بعد پیداش کردن. تفاوت زیادی پیش اومده بود. صحبت میکرد هنوز، ولی دیگه لهجهش اسپانیایی بود به جای انگلیسی بودن. امروز میخوایم در مورد صحبت کنیم که چرا توتی‌ها حرف میزنن؟ پرنده‌های مختلفی حرف میزنن، ولی چرا توتی‌ها اینقدر خوب میتونن حرف بزنن؟ بیایم خورده در مورد صحبت. سلام، من جواد آزادی ام. این یکی از ویدیوهای پادکست اگزون. اگه ما رو توی اینستاگرام میبینید، ما رو فالو داشته باشید. اگه توی یوتیوب هم میبینید، ویدیو رو لایکش کنید. حتما ما رو سابسکرایب کرده باشید، نگاه کنید. و اینکه اگه از این ویدیو خوشت اومد، برای چند نفر بفرستید. توتی‌ها حیوانات اجتماعی هستند، تو گروه زندگی میکنن، حالا گروه‌های چند صد تایی یا گروه‌های خیلی خیلی بزرگتر، و نیاز دارن برای اینکه بقا داشته باشن ارتباط بگیرن با همگونه‌های خودشون. حالا اگه یه گونه رو، یک توتی رو برداریم بیاریم توی یک قفسی بذاریم، چی؟ بازم سعی میکنه با محیط اطراف خودش ارتباط برقرار کنه. اگه همین توتی رو بیاریم تو خونمون بزرگش کنیم، چی؟ سعی میکنه با محیط اطراف خودش که ماییم ارتباط برقرار کنه. آره، همه گونه ها این کار رو میکنن با تقلید کردن، ولی توتی ها سعی میکنن با این کار ارتباط برقرار کنن. طبیعتا زبان رو نمیشناسن، اینا سعی میکنن با یه سیستم جوابدهی، آزمایش کردن، نتیجه گرفتن، آزمایش کردن، نتیجه گرفتن، اینجوری بتونن تست کنن و چیزهای مختلف رو به دست بیارن. نکته جالب اینه که تو طبیعت پرنده‌هایی که میترسن، که تحت اثر شکارچی هستن، که شکارچی نزدیکشونه، اینا سعی میکنن سکوت کنن. در عوض پرنده‌هایی که فصل جفتگیریشونه، پرنده‌هایی که تو گروهن، پرنده‌هایی که شادن، غذای خوبی دارن و زیاد سر و صدا میکنن. نتیجه اگر توتی دارید، اگر فکر میکنید صحبت نمیکنه، یک دلیلش میتونه این باشه که این ترسیده. اصولا اینا تو ترسشون گوشه‌گیر میشن، یه جا میشینن و صحبت نمیکنن. ولی پرنده‌ای که حالش خوبه سعی میکنه تقلید کنه و حرف بزنه. نکته دیگه سیستم یادگیری زبان تو ایناست. ببینید اینا اینجوری نیست که معنی حرف رو بفهمن. اینا سعی میکنن با یه سیستم شرطی شدن یک سری الفاظ رو، یه سری اصوات رو تقلید کنن. یعنی اگه صبح‌ها وقتی این پا میشه تو اولین غذای صبحانش، بعد از اینکه یا قبل از اینکه غذا رو دریافت کنه بهش بگی صبح بخیر، این طبیعتاً بعد از یه مدتی صبح که پا میشه میدونه اگه بگه صبح بخیر غذا میگیره، پس هی تکرار میکنه این صبح بخیر گفتن. یا اگه یاد بگیره با گفتن غذا میخوام غذا بگیره، یا اگه یاد بگیره با گفتن چند تا کلمه عزیزم و اینها نوازش میگیره، این بعد یه مدت سعی میکنه اون کاره رو انجام بده که بتونه اون رفتار رو دریافت کنه. سیستم کاملا شرطی شده است و خیلی هوشمندی وجود نداره. نکته دیگه اینه که توی گونه های مختلف توتی‌ها متفاوته، مثل انسان ها. یعنی یه وقتایی توی بعضی از اینها هوش انقدر زیاده که تو 6 ماه بتونن صحبت کردن یاد بگیرن، تو بعضی نه ممکنه 1 سال چند سال طول بکشه، و طبیعتا هر چقدر این زمان کوتاه‌تر باشه میفهمیم که هوش اینا بیشتر. روش اصولی هم اینه که اول پرنده رو به حرف بیارید که بتونه سر و صدا کنه، بتونه بالا پایین بپره، شاد باشه، مثلا غذاش اوکی باشه، و بعد که پرنده اولا بلوغش رو اتفاق افتاده باشه، بتونه صدا در بیاره و سر حال باشه، حالا سعی کنیم بهش چیزهای مختلف رو یاد بدیم. مثلا پرنده‌هایی که تو خونه بودن و براشون یک رادیوی، تلویزیون، چیزی روشن بود، یه صدای خاصی از بیرون میومد، اینا سعی کردن این صدا رو تقلید کنن. مثلا بیشتر پرنده‌های خونگی من که دیدم صدای آیفون، یعنی یا صدای آژیر که از بیرون میاد، یا صدای آمبولانس، و اینا رو خوب بردن تقلید کنن. خیلی اتفاق جالبیه این قضیه، چون فقط پرندگانن که میتونن صداهایی که انسان از خودش در میاره رو در بیارن. ولی جالب شد که بقیه گونه ها هم میتونستن حرف بزنن. نه شما اگه فکر میکردید میتونستید یه گونه ای رو به زبون بیارید، چی بود؟ مثلا شیران نوع غذاشون انتخاب میکردن، یا مثلا فیلا ناراحت بودن از اینکه اون دریاچه های آبشون داره تموم میشه. من جواد آزادی ام. یکی از ویدیوهای پادکست اگزون بود. ممنون که